آمین که امروزم یک روز مبارک همطور که دعا شد برای تک تک ما باشه، دست پر از اینجا بریم با اندوخته که ما رو حداقل تا یه هفته سیر و پیمون کنه. آمین. عزیزان، در بین ما کسایی هستن که هنر سینما رو دوست داشته باشن. من که خیلی سینماییم، یعنی سینما نه ولی فیلم نگاه میکنم، فیلم های پرمحتوا. هنریه که به نام هنر هفتم معروفه. باید بگم سینما در میان تمامی هنرها یک رسانه بسیار قوی دیداری و شنیداری است که نه تنها نقش خیلی مهمی در فعالیت‌های اقتصادی داره، بلکه این قابلیت رو داره که احساس انسان رو، هیجان انسان رو برانگیزه تا زمانهایی برای مدت کوتاه اون گرد و خاک خستگی رو از تن ما بتکونه. نیست؟ تجربه کردین؟ یک اثر سینمایی از عناصر مهمی تشکیل شده، مثل فیلمنامه نویس، کارگردان، نورپردازهای حرفه‌ای، صحنه آرایی، موزیک متن که من خیلی بهش حساسم، بازیگرها و تمامی عناصر با همدیگه میتونن قلب انسانها رو تحت تأثیر قرار بدن. حتی بعضی از فیلمها میتونن با یه زبان سلیسی پیامهای بسیار عمیقی رو به جان ما مخابره کنن. یعنی این فیلم ها میتونن وقتی ما رو تحت تاثیر قرار میدن اون رویاهای مرده رو در ما زنده کنن بعضن، یا میتونن بعضی از اون خاطرات شفا نیافته، اون ترسا، اون آسیب های نهفته رو در ما بیدار کنن. اکثر فیلم های هنری حتی میتونن واسطه ای باشن که ما رو مجذوب خدا و امورات نادیده آسمانی بکنن. تا حالا اینم تجربه کردین؟ و خیلی جالبه عزیزان که این خالق تمام زیبایی های هستی از این واسطه ها نمی ترسه، بلکه از این واسطه ها خیلی هم خوشحال میشه، خوشنوده، چون از طریق این واسطه ها حسای ما رو تحریک میکنه تا به سمت خودش ما رو بکشونه. در واقع خدا خودش خالق تمامی داستان‌های عالیه. خدا خودش یه فیلمنامه نویسی متبحره. وقتی کلمات به تنهایی نمیتونن به ما انتقال پیدا کنن، قابل انتقال نیستن، خدا از طریق داستان‌ها عزیزان در تخیل ما تصویرسازی میکنه تا ما رو بیدار کنه برای اون چیزی که میخواد. این کارگردان عالی آسمانی در اون داستان‌های حماسی خودش، در اون تخیل بی نقص خودش، نقش‌های عالی من و تو رو می‌بینه و بعد به روی صحنه زندگی میاره. شاید برخی از شما شنیدین این گفته زیبای شکسپیر رو که میگه تمامی دنیا صحنه نمایشه و مردان و زنان فقط بازیگرانند و این بازیگران زمان ورود و خروج خود را دارند. و داوود در مزمور 139 در اون سبک غنی شعرگونه اینطور میگه که چشمان تو جنین مرا دیده و در دفتر فیلمنامه نویسی تو همه اعضای من نوشته شده. زمانی که حتی یکی از آنها ساخته نمی‌شد، هنوز آماده نبود، تو، چشمان تو داستان زندگی منو نوشت. وقتی زبان تصویری عزیزان از طریق یک فیلم شروع به هنرنمایی میکنه، تو متوجه میشی چطور ذهن تو از صحنه به صحنه دیگه حرکت میکنه و کم کم داری خودتو در اون قهرمان داستان پیدا میکنی. تا حالا شده در داستانهای خدا اینطوری سیر و سلوک کنی؟ تا حالا شده؟ من خیلی موقع شده. یه زمانی خودمو
در داستان اون شخصی میبینم که عیسی مسیح تعریف که از دروازه بزرگ بخشش نمیتونه، ظرفیت نداشت عبور کنه. زمانی خودم رو در استر میبینم که پر از بلند نظری و همت بود، نه تنها از در تنگ نجات عبور میکرد، بلکه دلش میخواست و این کارو کرد که خیلی ها رو از اون دروازه عبور بده. گاهی خودم رو در جدعون میبینم که پر از هول و حراس و ترسه و در انبار خونش خودش رو قایم کرده. گاهی مثل کالیب خودم رو میبینم، در کالیب میبینم که با قدرت روح القدس اونجا ایستاده و در اون سن 85 سالگی میگه این کوهای خداوند رو به من بدید تا من برای خداوند فتحش کنم. امروز میخوام عزیزان هیجان انگیزترین داستانهای این فیلمنامه نویس متبحر آسمانی رو براتون تعریف کنم. آمین که نقش خودتو در اون پیدا کنی، مطمئنم پیدا میکنی اگه از دور با ذهنت خارج نشی. آماده ای تا آخر با من بمونی؟ آماده ای؟ قهرمان داستان ما مردیه به نام مفیبوشت. یکم سخته، یه مدت طول کشید من یاد گرفتم. در دوم سموئیل باب 9 در 13 تا آیه داستان او رو کاملا پیدا میکنی. به خاطر محدودیت وقت ما نمیتونیم همش رو بخونیم، ولی من مجبورم یک مقدمه چینی دوباره بکنم برای اینکه هممون با هم به اون نقطه مرکزی پیام امروز برسیم. رادارهای روحانیتون روشنه؟ هیچ کس مقدس تر از خدا نیست. هست؟ در مقایسه با خدا من همیشه کم میارم. من این ور درم، اون طرف. هر چقدر که اعمال صالحه انجام بدم، صدقات انجام بدم، آدم خوبی باشم، مواظب باشم، مهربون باشم، این شکاف پوشونده نمیشه. من شانسی برای بهشت ندارم. و خبر بدتر اینه که تو هم وضع بهتری نداری. شاید بگی خواهر نسرین خداییش وضع من از شما یکمی بهتره، ولی خدا رو شکر که معیار برتری من نیستم، بلکه خدا نیست. در نتیجه هممون کارمون زاره. یه آمین داری یا نه؟ تنها امید اینه که خدا به من و تو شکسته از گناه کمک کنه. و برای تفهیم این مهم عزیزان، هیچی مثل یک آینه نمیتونه به ما کمک کنه. این آینه در معنی لغوی خودش فکر میکنم هیچی مثل یک آینه نتونه با خلوص و شفافیت ما رو به ما نشون بده. درسته؟ البته که چطوری از صبح خواب بلند میشی اگه یه کابوس دیده باشی، سر صورت آویزون نشسته، بیای جلو آینه، آینه تو رو خوشگل و سرحال نشون نمیده، نیست؟ آویزون رو پژمرده نشون میده، شاید در نتیجه تمام روزت هم خراب بشه، خدای نکرده. برعکسش هم ممکنه. اما عزیزان ما یک آینه نامحسوس و بسیار واقعی داریم، آینه های نفس ما که پر از شکستگیه، که پر از ترکه. هر کاری کردیم بشکنه نشکست این آینه که کمی واضح تر نشون بده. چرا؟ چرا این آینه نفس ما پر از شکستگی و ترکه؟ چون من و تو در یک دنیای شکسته به دنیا اومدیم، در یک دنیای تخریب شده، در یک دنیای مجروح به دنیا اومدیم. هر شخصی که متولد میشه از نظر عاطفی، از نظر اخلاقی، از نظر روحانی شکسته است. و نتیجه این شکستگی چیه؟ درد، رنج، شرم. و میوه های این درد و رنج و شرم چیه؟ افسردگی، ناامیدی، دلهوره، استراب. به قول اصفهانی های عزیزمون خیلی از این جمله به جای استراب و دلهوره استفاده میکنن، انگار تو دلم رخ میشورن، نیست؟
این محصل همون درد و رنج و شرمه. از اونجایی هم که ما عادت کردیم دردمونو پنهان کنیم، انباشته کنیم، انکار کنیم یا خیلی زرنگ باشیم به صنعت‌های خوددرمانی، متدهای تلقین درمانی رو بیاریم، یا اینکه با کارهای زیاد، فعالیت‌های بیشتر، سرگرمی‌های گوناگون، از این خونه به اون خونه، از این مهمونی به این مهمونی، از این کار به اون کار، اینقدر خودمون رو مشغول کنیم که صدای آسیب‌های نفسمون رو نشنویم. ولی بالاخره عزیزان، بالاخره روزی متوجه میشیم که دنیا و راه حلاش نمیتونه این خلأ عظیم رو در ما پر کنه. چرا؟ چون تنها و تنها امید برای شکستگان عیسی مسیحه. و خبر خوش اینه که عیسی مسیح نیامد که ما رو توانمند کنه، یه مذهب تازه به ما بده، بلکه اومد اون روح ناامید و مرده ما رو زنده کنه. وقتی شکستگی های یک انسان رو ریشه‌یابی میکنی و جمع‌بندی میکنی، میتونی بگید از سه حوزه خاص آینه های نفس انسان خط خطی میشه، کدر میشه، شکسته میشه. یک، شرایط زندگی، محیط زیست، شاید اون ژن‌های معیوبی که منتقل شده به انسان، مثل یک ضعف روحی، مثل یک ضعف جسمی. تو بد آوردی، تو هیچ نقشی در اون نداشتی، ولی هر وقت که به آینه نگاه میکنی فکر میکنی چقدر حالت بده، چرا تو این خانواده به دنیا اومدم، چرا در این کشور به دنیا اومدم، چرا این اتفاق برای من افتاد که اینقدر خط خطی و داغون بشه نفس من، حق من نبود، یه جوری بی‌انصافی شده در حق من. دومین حوزه‌ای که داغون میکنه یه انسان و نفسشو انتخاب‌های خودته. کسی هست که بگه من هیچ اشتباهی نکردم؟ کسی هست؟ خدا رو شکر چقدر مثل خودم اینجاست. این دومین حوزه بدجوری آینه زندگیمون خط خطی میکنه، احساس تقصیر، محکومیت به بار میاره. وقتی به آینه نگاه میکنی میگی کاش زمان به عقب برمیگشت، من این انتخابو نمیکردم، کاشکی این حس دردناک پشیمونی رو نداشتم. و سومین عاملی که نفس ما رو داغون میکنه، شکسته میکنه، یک عامل انسانیه. یک نفر بوده که باید هوا تو داشته، یک نفر بوده که باید ازت حمایت میکرده ولی ناامیدت کرده، نیست؟ میتونه پدر باشه، مادر باشه، شوهر باشه، زن باشه، شاید هم یه آدمی که یه دهان بزرگ اتهام زن داشته و خرابت کرده، نیست؟ همه ما انسان‌های زمان‌های به تفنگ‌های پر و وعیدهای انسان که مثل تفنگ‌های پره فکر می‌کنیم، ولی وقتی خطر میاد می‌بینیم که اون تفنگ انگار پلاستیکی بوده، اصلا واقعی نبوده، یا اگه واقعی بوده اصلا توش فشنگی وجود نداشته که آماده شلیک باشه. در نتیجه این سه حوزه کجا بود؟ می‌خوام ببینم حواستون جمعه، همکاری کنیم. شرایط زندگی ما، انتخاب‌های ما، عامل انسانی. اسم عجیبش چی بود؟ مفیبوشت. این شخص به شدت صدمه دیده بود و آینه نفسش پر از شکستگی و ترک بود. خودش خراب کرده بود؟ نه. یک عامل انسانی به او صدمه زده بود؟ نه عزیزان. وقتی داستانش رو میخونی میبینی شرایط زندگیش بوده، در محیطی متولد شده، مثل عزیزانی که الان تو ایران چند ساله چقدر صدمه میبینن، در افغانستان در محیطی متولد شده که در اونجا اتفاقات ناگواری افتاده. و داستان از این قرار بود که وقتی شاول
پادشاه پدر بزرگش یک تصمیم احمقانه میگیره عزیزان، که یک نسل رو به نابودی میکشه. نه فقط همین، بلکه تبعات این انتخاب نوش رو در بر میگیره. میخوام یه چیزی بهتون بگم عزیزان، انتخاب های ما درد و رنج برای دیگران تولید میکنه، نیست؟ تو نمیتونی بگی این زندگی خودمه. انتخاب های ما حتی تا چند نسل بعد درد و رنج برای دیگران تولید میکنه. روزی جنگ میشه به ضد کی؟ شاول پادشاه. و در اون جنگ شاول و پسرش یوناتان که پسر خدا ترس بوده، خیلی در اطاعت بوده، با همدیگه نابود میشن، سرنگون میشن، تر و خشک با هم میسوزن. در اون زمان قهرمان داستان ما مفیبوشت 5 سالش بوده. پرستار وقتی میبینه کودتا میشه از ترسش بچه رو زیر بغل میزنه. در اون زمان وقتی یه پادشاه پیروز میشد تمام خانواده نزدیک پادشاه قبلی رو قلقم میکرد و پرستار از ترسش این بچه رو زیر بغل میزنه تا فرار کنه. این بچه دستش میفته و قطع نخا میشه. آیا پرستار آدم بدی بود؟ آیا قصد آزار او رو داشت؟ فقط میخواست حمایتش کنه، فقط میخواست از مرگ حفظش کنه. ولی او صدمه دید، یه معلولیتی در او به وجود اومد، فلج شد که تا آخر عمر این فلجی با او بود. تقصیر او نبود، یک عامل انسانی نبود، بلکه شرایط زندگی او بود، نیست؟ ولی هر بار که به این آینه نگاه میکرد شکستگی رو در عمق روح و روانش حس میکرد، مخصوصا که در اون زمان معلولیت یک جریمه برای گناه محسوب میشد و شکستگی او خیلی بیشتر میشد به خاطر اسم ظالمانهی که مردم روش گذاشته بود. اما مطمئنم یوناتان که مرد خدا ترسی بود این اسم روی پسرش نذاشته بود، بلکه مردم افراد مفیبوشت، شرم‌آور، بددهن. ما ایرانی ها خوب واردیم، نیست؟ اسم روی دیگران بذاریم. مثلا من چند تا اسم یادم اومد، مثلا محمود چاخان، شبان بیمخ، نیست؟ پری بلنده دیگه هست؟ لقب های این چنینی؟ تو کتاب مقدس هم هست، شمعون ابرس، بیچاره سالهاست شفا پیدا کرده، تا ابدالآباد بهش میگن شمعون چی؟ جزامی. و این پسر به شدت آزرده و منزوی شده بود. اما عزیزان میخوام همه با شادی که در قلبتونه، با اینکه نمیدونین، فقط بگین اما سه کلمه آسمانی زندگی او را از قدرت تاریکی و ظلمت رهانید و او را به نور پادشاهی پسر خدا منتقل کرد. این سه کلمه آسمانی فراخوانده شده، حمل شده، پوشانده شده. خدایی که بر مشقت و غم می نگره در داوود پادشاه متجلی شد و در طلب این مرد زخم و زیلی بود. دوم سموئیل باب 9 آیه 3 پادشاه گفت آیا تا به حال از خاندان شاول کسی هست تا او را احسان خدایی بکنم؟ نه احسان انسانی ها، احسان خدایی نمایم. و خادمش سیبا در جواب او گفت از یوناتان، من اینجور فکر میکنم و تصویر، یه پسر لنگ باقی مونده. ما هم اینو خیلی خوب بلدیم، یه جمله هایی میگیم پشتش 1000 تا حرفه، ولی هیچکی نمیتونه خیرمونو بگیره. از یوناتان یه پسر لنگی باقی مونده، چرا به بیانی؟ برای کسی مثل او ای شاه شاهان میخوای وقتتو تلف کنی، نیست؟ اما عزیزان، اما همه بگیم اما، من عاشق این اماها هم.
وقتی پادشاه کسی رو فرا میخونه، کدوم صداست که بتونه او رو خاموش کنه؟ کدوم قدرته که بتونه به ضد محبت شاه شاهان عمل کنه؟ آیا وقتی شاه اسم تو صدا زد یادته؟ عزیز جان یادته وقتی پادشاه اسم تو صدا زد؟ من کاملا یادمه. از طریق یه پسر آشوری به نام هراند بود. اون موقع ده‌ها حوزه آینه زندگی من شکسته و در و داغون بود و داشتم به پایانش فکر میکردم که یه جزوه بشارتی واقعا مرا فرا خواند و حمل کرد. اسم او عجیب است. فقط میتونم این آیات رو بگم که مصداق حال اون روز منه. در زمانی که فکر میکردم یقیناً تاریکی مرگ مرا خواهد پوشانید که در حال شب گرداگرد من روشنایی گردید، چون که خدا تو بر دل من مالک هستی. امروز تو که داری میشنوی عزیز جان، خدا داره تو رو با این پیام صدا میکنه. شاید صدای او رو شنیدی ولی مثل مفیبوشت داستان ما توانایی نداری بدون کمک کسی به سوی او حرکت کنی. او فلج بود. شاید ما فلج روحانی هستیم، فلج روحی هستیم. بعضی از ما فلج هستیم در اون خجالت. الان تکون بخوریم، الان اعلام کنیم. فلج ترس هستیم، فلج اون چیزهای شرطی شده‌ای که به مغز ما خوروندن هستیم که نمیتونیم به سمت عیسی حرکت کنیم. و داوود پادشاه میدونست که او فلجه. میگه فرستاد و او را در باب 9 آیه 5 میگه داوود پادشاه فرستاد و او را از خانه ماکیر ابن بن امیئیل از لودبار گرفت حملش کرد. یاد این شبان نیکو افتادم که اون گوسفند گم شده رو چطور از کرانه های دور روی شونش گذاشت حملش کرد تو به خونه آوردش. از کجا حملش کرد؟ لودبار. عاشق جزئیات کلام خدا هستم عزیزان، که هرگز بدون هدف خدایی در داستان خدا نوشته نشده. لودبار یک کلمه انقدر پر محتوا، انقدر غنی که مثل گنج باید از زیر زمین بیرون بکشی، کشفش کنی. لودبار یعنی سرزمین بدون نان، مکانی بدون ارتباط. تا حالا شده همه چیز در زندگی تو بد باشه که حتی فکر بهتر شدنشو نکنی؟ برهایی از زمان بوده عزیزان، نیست؟ تا حالا شده جای گیر کنی که امکان رشد و پیشرفت نداشته باشی؟ تا حالا شده بگی خدایا من در لودبار هستم و کورسوی از امید در زندگیم نمیبینم، من حتی پای دویدن ندارم که به سمت تو بیام، از این مکان لعنتی نمیتونم فرار کنم، بیای خداوند به من احسان خدایی بکن؟ تا حالا شده این دعا رو بکنی عزیزان؟ بارها تجربه کردم که خدا بیشتر از هر دعای این دعا رو میشنوه. شاید الان افرادی بین ما باشن در جایی مثل لودبار گیر کردن، در ایران، در افغانستان هست، تنهایی، بدون امید، فقر، هیچ رویایی برای آینده ندارن، ولی امروز پادشاه داره با این پیام تو رو صدا میکنه عزیزان. توسط مبشرین بارها صدات کرده، توسط رسانه های 24 ساعته آماده است که این قدرت انجیل نجات بخش تو رو حمل کنه، از لودبار به شهر سلامتی، به اورشلیم آسمانی، جایی که پر از امنیت و آرامیه، منتقل کنه تا خودت بچشی که عیسی در خدا، در عیسی چقدر نیکوست. آمین. تا خودت به زبان خودت بگی. واقعا اینو سالهای سال اوایل ایمانم فقط میگفتم، مرده بودم زنده شدم،
گریه بودم، خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. از همه ما نیاز داریم که دستمونو بگیره و از منجلاب زندگی لودباری به سمت رستگاری و رهایی حرکت بده. میخوام به تو بگم، تویی که هنوز قلبتو باز نکردی برای عیسی مسیح، این اتفاقی نیست که داری این پیامو میشنوی. خدا داره با قدرت نجات بخش انجیل تو رو صدا میکنه، فرا میخونه و میخواد حملت کنه. آمین. باشه که در نام عیسی مسیح دل خودتو سخت نکنی. سومین کلمه آسمانی پوشاندنه. خیلی از افراد الان اینجا هستن، شاید خیلی نباشه، برخی از افراد فراخوانده شدن، هم شدن، به قصر پادشاه اومدن، ولی هنوز پوشانده نشدن. هنوز رخت فاخر نیکوی خداوند بر تن اونا کاملا نشسته. وقتی مفیبوشت وارد قصر شد میترسید عزیزان، مثل یتیما رفتار میکرد. او با اینکه پسر پادشاه بود در اسرت زندگی میکرد، چون ارث خودشو مثل خیلی از ماها نمیشناخت. و در دوم سموئیل باب 9 آیه 7 که داوود، خدایی که از داوود متجلی شده بود، اینو متوجه شد، گفت ما ترس به وی گفت ما ترسی را به خاطر پدرت یوناتان بر تو البته احسان خواهم نبود و تمامی زمین پدر بزرگت شاور را به تو رد خواهم کرد و تو و اینک تو دائما بر سفره من نان خواهی خورد. خوب گوش کن عزیزان، یه وعده مبارک تو اینه. نذار دستت از چنگت بره، روش بیست. خداوند میگه تمام آنچه که در زندگی تو سوخته شده به تو رد میکنم اگر سر سفره پادشاه نان بخوری. او گفت البته بر سر سفره من مثل یک پسرانم، مثل یکی از شاهزادگان عزیزان، نه غلامان، نه بندگان، نه شکست خوردگان، بلکه مثل یکی پسرانم نان خواهی خورد. پس مفیبوشت در اورشلیم شهر سلامتی ساکن شد و همیشه بر سر سفره پادشاه نان میخورد و از هر دو پا لنگ بود. میخوام بگم عزیزان، خیلی از شما فراخوانده شدین، هم شدین، ولی دائما بر سر سفره پادشاه نان نمیخورین. نان روحانی به شما نمیرسه، هیچ رابطه تنگاتنگ و ملاقاتی با او ندارین. برای همین برخی از شما دائما از دنیا به کلیسا، از کلیسا به دنیا لنگ میزنید. بعضی از شماها از فلاکت‌های گذشته به نگرانی‌های آینده دارین لنگ میزنید. برخی از شما از ذهن تازه شده به ذهن تازه نشده دائما دارین لنگ میزنید. ولی مهمترین دعوت خدا بعد از خطاب تو، بعد از حمل تو، اینه که با عیسی نان بخوری. وقتی مفیبوشت بر سر سفره میز پادشاه میشست، نان میخورد عزیزم، این نمیشه کاملا خوب نشون داد. آیا لنگی او مشخص بود؟ زیر میز بود نیست؟ وقتی سر میز با کسی که دوستش داری، با یه شخص متشخص، با یه شخص محترم داری شام میخوری، مراوده داری، آیا تمرکزت روی لنگیهای خودت، بدبیاریهای خودته؟ نه. وقتی داری با عزیز جانت شام میخوری و تمام تمرکزت به اونه
وقتی در این شام خوردن اون دست دلبازی او رو، اون محبت بی نظیر او رو که هیچ مناسبتی با رفتارهای عجیب و غریب ما نداره تو تجربه میکنی، دیگه به فکر لنگی های خودتی؟ وقتی سر میز با این شاه شاهان، با این جنتلمن عصر داری حرف میزنی، رابطه من و تویی داری، در حضور پرتلالو او، اون نور حضور او، هر بار آهسته آهسته اون ناخالصی های تو رو، اون لنگی های تو رو، اون زخم های تو رو میپوشونه. یه اتفاق خیلی واقعی در قلبت میفته، نه فقط میپوشونه، بلکه تو عاشق میشی عزیزان، عاشق میشی. و شرط عاشقی از خود گذشتنه، نیست؟ خیلی از ماها میگیم عاشقیم ولی یه ذره خود گذشتگی نداریم. شرط عاشقی از خود گذشتنه. وقتی با او رابطه داری، وقتی با او هر روز هر لحظه از طریق کلام، دعا، شام خداوند، هم نشینی با مقدسین رابطه داری، با خود او ملاقات شخصی داری عزیزان، اون موقع است که ظرفیت پیدا میکنی، اون موقع است که استطاعت پیدا میکنی دیگران رو دوست داشته باشی و از خودت بهتر بدونی، نیست؟ و باز هم بعد از تمام این اتفاقها، باز هم وقتی جلوی آینه قرار میگیری، اونجای زخما، اونجای شکستگی ها، اون آسیب ها، تمام اونا هست، داری میبینی، ولی تو دیگه اون آدم گذشته نیستی، نیست؟ یه کوین خستگی ناپذیر شدی، چون از چشمای او به خودت نگاه میکنی، نه چشمای پرنقص خودت و دیگران. آمین. او وقتی ما رو فراخواند عزیزان، هیچ نیازی به عبادت‌های ما، خدمات ما، دهیک‌های ما نداشت و نداره. تمامی اهداف او اینه که قبل از هر چیزی سر میز با او نان بخوری. آمین. و در این مشارکت که به شناخت خودت و او میرسی. و امروز خدا به تو میگه ای خطاب شده، ای هم شده، امروز روز پوشاندن توست. اگه در قلب تو باز کنی، عیسی امروز، نه فقط عیسی، پدر، پسر، روح القدس، در این آیین مقدس که قلب تپنده مسیحیت میخواد با تو شام بخوره، امروز میخواد با تو هم سفره بشه. آمین. عزیزان چند لحظه چشمامونو ببندیم. احساس میکنم قبل از هر چیزی چشمامونو ببندیم و سرمونو به احترام خداوند خم کنیم. عزیزان سکوت حضور خدا رو تشویق میکنه. و کمکت میکنه که خدا این نان روحانی که خوردی، شاید مزمزه کردی، بتونه در جان و روان تو هضمش کنی. پس قبل از هر چیز با احترام به حضور او سکوت کن.
از پاستور کلیسا خواهش میکنم که اینجا بیام و برای دو گروه از عزیزان دعا کنن، برای افرادی که در مکتب ها و مذهب های دروغین مثل لودبار گیر کردن، که امروز خدا کمک کنه، روح القدس کمک کنه که اونا رو از این وضعیت به خانه خداوند حمل کنه، به این فرا خواندن جواب بدن. همینطور برای افرادی دعا کنین که فرا خوانده شدن، حمل شدن، ولی هنوز با عیسی نان نمیخورن، اون مشارکت، اون شراکت عمیق درونی رو ندارن. یعقوب شه همینطور چشمون رو ببندیم. برای کسانی هستن که واقعا میخوان قلب خودشون باز کنن برای عیسی مسیح، که عیسی مسیح رو عنوان خداوند قبول کنن و او رو تجربه کنن، این محبت رو تجربه کنن، خوب میشه همه چشمان ببندیم و این دعا رو میکنم. خودتون هم میتونین این دعای بگیم دعای توبه هست تکرار کنن و میتونین بگین عیسی مسیح. و کسی هم که الان میخوام بگم، کسی که واقعا میخواد توبه کنه، قلبش رو بسپاره، میتونه الان، میتونیم بیستیم، یعنی بیستی الان. بقیه خواهش میکنم همینطور چشمون بسته باشه. و میتونیم بگیم خداوند عیسی مسیح، باور میکنم که تو منو دوست داری و به سفره تو دعوت میکنی. اعتراف میکنم خداوند من گناهکار هستم، احتیاج به بخشش دارم و باور میکنم که تو تقصیرهای گناههای من روی صلیب با مرگت پرداخت کردی، به جای من مردی. باور میکنم که دفن شدی و بعد از 3 روز قیام کردی. ایمان دارم تو زنده هستی. با قلبی شکسته آمدم به حضور تو، توبه میکنم و اعتراف میکنم گناهکار هستم. بیا با خون خودت من رو بشور، گناه من از من دور کن. من میخوام امروز تو رو عنوان خداوند من در قلب خودم قبول کنم و دعوت کنم. میدونم تو جلوی در من ایستادی و میکوبی و من امروز تصمیم گرفتم باز کنم و ممنون هستم که منو همینطور که هستم قبول کردی، دوستم داری. و اعلام میکنم از امروز که تو خداوند قلب من هستی. جلال به تو میدم خداوند و ممنون هستم منو به این سفره تو امروز هدایت کردی و گناه منو همه رو از من دور کردی. من میتونم خداوند دعا میکنم برای افرادی که هستن خداوند، که خداوند از تو دور شدن و دیگه صدای تو رو نمیشنون و هر روز که به این آینه نگاه میکنن فقط زخمای خودش رو میبینن و میخوان بپوشونن. به این خاطر دعا میکنم خداوند تو بیایی
به مهربانی با مهربانی تو خداوند قلب رو لمس کنی. بموزم خدا این خدای که اسمش محبت تو رو دعوت میکنه به سفره او. و خدا من امروز به تو میگه همه چی آماده هست دخترم و پسرم، خون من قدرت داره تو رو پاک و تقدیس کنه و من هستم که گناه تو رو، زخمای تو رو میپوشونم و شفا میدم. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. زحمات مرد ساحل بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. همه استخوانهایشان را نگه می‌دارد که یکی از آنها شکسته نخواهد شد. اینا روی تو ایلا می‌کنم در نام عیسی مسیح. همینطورم که الان می‌خوایم وارد این عشا بشیم، تو این عشا خب همینطور که نسرین اینجا نشسته بود جلویش عیسی مسیح، میخوام همینطور در این ذهن، در این جلوی چشمتون داشته باشین که عیسی مسیح همینطور تو رو دعوت میکنه با او این شام رو بخوری و او نگاه نمیکنه به تمام گناه های تو، اشتباهات تو، خرابکاری تو، و که با عشق نگاه میکنه به تو و میگه که به تو محبت من تو رو عوض خواهد کرد، محبت من تو رو شفا خواهد داد. ای محبوب من تو رو دعوت میکنم با من شام بخوری.